یکی از جزیره های جزمدی توی تالاب، بهتون گفتم 50 خورده جزیره داره تالاب، که یکی از جزایر شگفت انگیزش میشه جزیره وارمی یا نهنگی. چرا بهش میگن وارمی؟ وارم اسم یه نوع نهنگ بوده که زمانه قدیم بوده، از این مسیر عبور میکرده. حالا به خاطر شاید پیش اومده اون نهنگ رو اینجا نمیبینیم، اسمشو گذاشتن وارمی و شباهت به نهنگ داره. توی مد میره زیر آب، توی جز میاد بیرون، 6 ساعت بیرون، 6 ساعت زیر آبه. تو مدای بزرگ بخوای اینجا بمونی دیگه غرق میشه، آب میاد در حد بالا که غرق بشه. و تمام ماسه این جزیره همش ماسه است، ماسه بادیه، اصلا کثیف نمیشه، گل نداره، اکسید آهن هم داره که متوجه بشید اکسید آهن رو میبینید، رنگش تیره و برق میزنه. بعضی وقتا میشه دلفینای گوشپشت این مسیر میبینید، از اون دلفینه که سمت هنگام و کیشه، نه از این دلفینه که گوشپشت داره. اینا کم خجالتی، خیلی نمیشه نزدیکشون بدی، بعد از فاصله دور بشید نگاه کنید. دیدیم بعضی مثلا چیز میکنن، حالا میگید خجالتی، اونا فرق میکنن. اون نه، اون اجتماعی تره، بالاش بزرگتره، فرق میکنه با این. بله، اون بیشتر رو آب میاد، این کمتر. خاصیت این شن و اینا همونطور که گفتیم اون انرژی منفی رو واقعا کیف داد واقعا نیستم. بله بله، کلا طبیعت روحی آدم عوض میکنه. یکی از محققا رو آورده بودیم، میگفت این اکسید آهن و انرژی منفی رو جذب خودش میکنه. حالا اون محقق بود ما که اونجا سوالون نمیرسه، ولی بنده خدا همیشه حرف میزد. خیلی عالی. ماسه درمانی هم انجام میدن، که ماسه خیلی راه میدن. بله، ماسه درمانی فوق‌العاده و رفقا. یه توقفگاه موقت برای پرنده هم هست، پرنده های به خصوص پرنده های مهاجر که از راه دور میان به تالاب، اینجا یه توقف میکنن بعد دیگه میرن به مقصد بعدی شون. بله اون سمت فکر کنم پرنده که بله بله. روبرومون هم جزیره خشم میشه، اون کوههای بندر لاخت، هر رای بندر لاخت هم مشخص هر رای لاخت، این هر رای جزیره خشم میشه. درسته؟ بله بله، هر رای خشم میشه بندر لاخت. سفیده و اون رنگ تیره تیره ساحلیه، پاپسری میشه حواسیه، حواسیه که هم بزرگ داره. دوستان اینجا قایق رو میذارن چون نزدیک ساحله، چون که میریم آب اومده پایین و بریم صید ماهی ها رو ببینیم و امکان داره که قایق توی گل بمونه و قایق رو ما بوکسر کنیم به همه قشنگی. پاچه همون هم باید بزیم بالا. یکی از روش‌های قدیمی که محلی های اینجا با حال سر خیلی جای دیگه سید ماهی داشته باشن، که با جزومت آب ماهی گیری میکنن و فوق‌العاده ناخدا زحمت کشید این قسمت عالی برنامه رو داره میخواد بمونید. اینکه سجاد ماهی که بیاد ماهیشو جمع کنه، مقداری ماهی ها رو پرنده ها میخورن، پرنده ها میخورن، پرنده بومی کالا باشه یا پرنده مهاجر باشه. خیلی آب اینجا اومده پایین، حالا بریم بخواه نازم کرد. ماهی ها توی دام گیر افتادن، رسا سجاد بخواد برسه به این ماهی ها، پرنده های ماهی خواه حالا همه مدره یه نصف مایا رو زحمتشو میکشن. اینجا هم چاله های چیز داره و حتی اینجا سفره ماهی هم داره که باید خیلی مراقب باشه. طرف دیگه این صدف استوانه ای با نیزه از تو دوستان، این صدف استوانه ایه که من خیلی دوست داشتم از اینا سید بکنیم، ولی خب ناخدا میگه اون نیزه‌شو نیاورده و این قابل خوردن هم هستش. درسته ناخدا؟ بله، پوستوانی تقریبا 50 سانت زیر شن هستش که اینا رو با این نیزه های سرتیزی
ببین یه سوراخ مثلا مشابه این اینم صدفه، یه سوراخی داره که اینو نیزه رو فرو میکنن و صدف میکشن بیرون و اینطوری پوستش اینطوری جدا میکنن داخل صدفه، حالا یا خوردنی یا چیز دیگه. بریم جلو ناخدا رفت چون قایه توی شنگیر میکنه یه خورده و سریعتر بریم بگرده پوست رو کندن. اول توضیح بهتون بدم که چوبو فرو میکنن تو به سر گلی دریا، تقریبا یه متر چوبه رفته تو گل، توره را هم کاشتن تا کف گل و آخرین نقطه‌ای که آب میاد بالا مد میشه، تا اون قسمت دیگه بیشتر از این آب میاد بالا نمیاد که ماهی ازش رد بشه. بعد این دیواره ها رو ببینید رفته به سمت خشکی، دیواره ها میره به سمت جای کم عمق‌تر تو به ساحل، از ساحل شروع میشه میاد تا مثلا این تو آخر نهایت جز نبوده وسط کارگاه گذاشته، اینجا دیگه توی مد عمقش بیشتره و کمتره، ماهی ها میخوره به این دیواره ها، گول میخوره، میخواد بیا تو عمق زیادتر خودش آزاد کنه، تو عمق زیاد براش دام پهن کردن، دامش هم مثل تقریبا مستطیل شکله، ورودی داره، از ورودی که اومد داخل هدایتش میکنه به قسمه دیگه، ما بهش بگیم خونه مشتا یا جایی که حالت زندانش میشه، ورودیش هم مثل قیفه. بیا جلوتر اونم بهتون نشون بدم، توی مد میخوره به این دیوارها، باز آب داره میاد پایین جلدیش از اون سمت دیوارها میخوره، ماهی رو هدایت میکنه به داخل. اگر لاک پشت آره آزادش میکنه اگر لاک پشت، این ورودیه که ماهی میاد داخلش به اون دیوارها میخوره، میخوره به داخل. هنگامی که مد بشه جریان آب به این سمته، ماهی خودش رو به اون قسمت میزنه میزنه میزنه، میخواد بیاد خودش آزاد کنه، اون قسمت گیر میفته. توی جذب آب به این سمته، ماهی از این ورودی میاد داخل به این قسمت خودش رو میزنه، میخواد خودش رو آزاد کنه بره به سمت جایی که یعنی در هر دو صورت این به سمت میره. اینو ورودیش رو مثل قیف کردم، میبینی دهنه داره بله. از این ورودی که رفت داخل، ماهی میگو خرچنگ به هیچ عنوان بیرون نمیتونه بره، فقط پا برنه داخل میره سفره ماهی اگه باشه تیغه بهتون بزنه این لاک پشت داره. خب این لاک پشت رو باید آزاد سازی کنیم. داره چجور آزاد سازی کنیم؟ الان شده خدا تو آب نه یا این لاک پشت ماهی باشه این کفلک گناه داره. لاک پشت رو باید ببرم اون داره تو ماهی گیری بذارم که بره اینجا بذارمش الان رسیده ای که میخوام به سیر انجام بیارم. از موقعی که صید ترال از صید صنعتی باب شد دیگه صید ماهی مشتاق خیلی کمتر شد. قبلا ماهی بود، میگو بود، محلی ها هم یاد گرفتن که صید ترال کوچک، ما به زبان بعدی بهشون میگیم جل، تخته میبندن با آهن با توت میره کف دریا، جو کف دریا رو میکشه، حالا زیستگاه باشه خراب میکنه، ماهی کوچک میگیره، اون آبزیانی که به در استفاده ازشون نمیکنن رو میگیرن بعد میندازن دور، زیستگاهش هم خراب میشه. توی دریا مثل خشکی پستی و بلندی داریم، مرجان داریم، صدف داریم که اینا ماهی ها تخمشو میریزن بهشون میچسبونن، اونا رو همه از بین میبره. متاسفانه این یکی از روش های مخرب برای صید ماهیه. صرفه رو میاریم نزدیکتر، فقط این تیغه از ماهی بتونید دست کنید بزنید. ماهی به زبان محلی گره یا خامور. این تیغش خیلی دردیه مایه
قبلا میومدی 4 کیلو 5 کیلو میگو میگرفتی، الان شو رسیده به تعداد بدونه میگو. چرا میکنن این صدف های تیغه ای؟ پشت اون نه بذار باشه، شاید آسیب بهش برسه. عروس داری این بهتون چیزه ماهور مذاب داره زهر داره حتی عروس داری دوستان عزیز سهده عروزم عالیه. ناخود این چی بوده؟ ماهی هامون. هامون به زبان محلی بهش میگیم لدم، ماهی که کف دریا سکسره و میگم گوشت فوق‌العاده خوشمزه داده. داخلش صدفش اینم صدفش داخلشه کون طرفه؟ دست درست رو بگم یکی هم اینجا افتاده اون صدفه اونجوری اینم به داره اینم که یه عروس درمی بریم که احتمال جزر زیاده قایقمون میگن این سم داره و اسید داره دست رو از بین میبره. یه صدف دیگه که میگن اینا حالت داخلش اینا خوردنی از حرکت هم میکنه ولی خب اینا رو نباید با خودمون ببریم. اینا صدف های تیغه ایه، میچسبه به لنجا به قایقا، پاروش بذاری دستفاتو میبوره به لنجا به چسب، سرعتشو کمتر میکنه، سختشون زیاد میشه. به چوبای ماهیگیری میچسبه، از چوبا جدا نکنی تور بهش بخواد تور رو پاره میکنه. بیفته حواست نباشه پاتو محکم روش بذاری پاتو هم میبره، تیز و برنده صدف تیغه. حالا پولکیش هم داره اینا تقریبا حالت چشمیه. دوستان میخوای این لاک پشت رو رها کنیم لاک پشتی که توی همون طول ماهی گیری توی سیرمون گیری افتاده بود آوردیم اینجا رها سازش کنیم تو دریا. بریم، نه حرفی ندارم، خوشحالیم که لاک پشتی رو بریم آزاد میکنیم. ماهی گیره به صیاد اینجا لاک پشتی برنده ای گیر بیافته راهاش میکنم به طبیعت روش میکرم. خیلی عالی بود ناخدا، دست درد نکنه. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، ممنون. خداحافظی میکنی ناخدا یونس عزیز، خیلی زحمت کشید ناخدا، دست درد نکنه، زحمت کشیدی ممنونم، لطف کردی با اجازه. عالی بود دوستان، عالی بود، سفر خوب. تازه ماجراجویمون از فردا شروع میشه که میخوام بریم توی جزیره اندورابی اونجا کم بزنیم و یه روز اونجا باشیم و ببینیم دیگه چی پیش میاد. برای همه تون بهترین ها را آرزو میکنم.